سلام 5 شنبه و جمعه 11 و 12 مهر 98 3 و 4 اکتبر 2019 میلادی شورش ها و اعتراضات در عراق طی 4 روز گذشته شدت گرفته و از بغداد تا ناصریه از نجف تا بصرہ بسیاری شهر های منطقه شیعیان با اعتراضات گسترده مواجه شده تا کنون بیش از چهل و چهار کشته هزار مجروح و چند صد بازداشتی گزارش شده و کماکان آرامی اداره داره اگرچه دولت مقررات من رفت آمد و حکومت نظامی اعلام کرد اما دیروز معترضین وقعی نگذاشتند باز هم به خیابان آمدند یک جوان کشته شد و متقابلا مردم هم یک خودرو رو به آتش کشیدن که یک سرباز کشته شد اینترنت در بیش از هفتاد درصد عراق قطعه و شبکه های اجتماعی رو هم همه رو رو به عراق دولت بسته و کماکان کشمکش ادامه داره مترزین حرفشون فساد اداری گسترده است که در عراق هست کمبود مزمن آب و برق بیکاری بالای 25 درصد که اکثر بیکاران هم فارغ و تحصیلان دانشگاهی هستند گاهی برای گرفتن یک شغل دولتی تا بیش از ده هزار دلار رشوه باید پرداخت بشه و گفته میشه که مجموعا از سال 2004 تا کنون 450 میلیارد دلار از درآمد نفت عراق در چرخه فساد کشور گم شده به این ترتیب کشوری که الان دومین تولید کننده نفت در اوپک هست چهل میلیون نفر جمعیتش در فقر به سر جرقه این اعتراضات با کنار گذاشتن سپهبد بود عبدالوحاب از ساعدی فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق زده شد او تربیت شده امریکایی هاست و قهرمان جنگ با داعش و آزاد کردن موسل محسوب میشه به همراه او تا کنون بیش از نه نفر دیگه از افسرای ارتش عراق برکنار شدند و معترزین این حرکت رو در جهت تضعیف ارتش و تقویت هشت و شعبی میدونند که به نوعی دست پرورده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران در عراق تظاهر کنندگان در پاره جاها پسترهای ژنرال الساعدی رو در دست دارند او گفته خبر نداره چرا برکنار شده و اظهارات ایرج مسجدی سفیر سپاهی ایران هم مزید بر علت شده چرا که مسجدی در مصاحبه گفته بود که اگر امریکا به ایران حمله کنه در هر کجا از جمله عراق به امریکایی ها حمله خواهند کرد و این باعث شد که وزارت خارجه عراق هم آقای مسجدی رو احضار کرد بر موج ضد سپاه و ضد جمهوری اسلامی هم در بیان تظاهر کنندگان شدت گرفته شعارهای ایران برو برو و عراق آزاد آزاد یکی از شعارهای تظاهر کنندگان آقای سیستانی امروز جمعه مرجع تقلید بسیاری شیعیان عراقی بیانیه داده در نماز جمعه کربلا خوانده شده و اعلام کرده که به هشدار داده راجب به خشونت ورزی در عراق و انتقاد کرده از دادگستری عراق که در برخورد با فساد ناتوان بر صورت این شرایط که اتفاقا خیلی هم شبیه شرایط ایران منظور فساد، فقر، بیکاری و بیکاری فارغ و تحصیلان دانشگاهی که به لیسانسیا های پا معروفند و سال 96 محور اعتراضات بیش از 100 شهر ایران بودند در اراخم تکرار میشه. اما جالب آقای امامی کاشانی امام جمعه تهران امروز تلویحا ناآرامی های عراق رو به دشمنان نسبت داده و گفته ایجاد مزاحمت دشمنان برای مراسم اربعین بر صورت مراسم اربعین هم که از نکاتی است که جمهوری اسلامی سعی میکنه با صرف حزینه های زیاد و ارسال چند میلیون آدم به کربلا اون رو به اصطلاح به نمایشی از قدرت جمهوری اسلامی و شیعیان تبدیل بکنه تا اینجای کار به دلیل نارامی های عراق باعث شده که مرز خسروی بسته است مرس های دیگه مثل ایلام یا چذابه هم ساعاتی بسته بودن و وزارت خارجه هم عنوان کرده که فعلا زائرین به عراق سفر نکنه ماجرا در عراق که یکی از نقاطی است که شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در اونجا فعال و, و زمانی به اعضای هشت و شبی ماهانه 800 دلار آقای خامنه ای حقوق میداد و لابلای سیستم نه فقط نظامی بلکه تجاری و اقتصادی و اداری و فساد عراق هم رخنه کردند از ماجراهایی است که نه فقط خشم مردم رو در عراق برانگیخته بلکه سرنوشت این اعتراضات میتواند که روی وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه هم تاثیر بگذاره این ماجرا در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و باید که یک چشم روی اون باشه برای اینکه در کل منطقه تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت اما بازی تیم های ملی ایران و کامبوج در استادیوم آزادی هدهم مهر ماه بلیت فروشیش از دیروز پنجشنبه شروع شد و با فشار فیفا بعد از خودسوزی سحر خدایاری و با مبارزه چندین ساله زنان ایرانی برای ورود به استدیوم ورزشی سرانجام جایگاههایی به زنان اختصاص داده شده که در همون چند دقیقه اول سه هزار بلیت فروش رفته و تعهد داده ایران که مادامی که زنان خرید میکنند بلیت بفروشند و صحبت از این نیست که بیش از چهار هزار, هزار بلیت دیگه هم باید به زنان فروخته بشه بر صورت اگر هفته آینده که این بازی برگزار میشه دختران و زنان ایرانی بتوانند استدیوم آزادی رو فتح کنند یک مبارزه چندین ساله به نتیجه رسیده که خون امثال سهر خدایاری هم زامن اون هست و صدها نفر فعالین زنان در داخل در خارج ایران ملاقات ها و فشارهای متعدد به فیفا و جامعه جهانی توانسته که پیروزی دلنشینی برای زنان ایرانی در مقابل واپسگرایان و به متحجران حاکم رقم بزنه بر صورت پشتیبانی تمام مردان و کسانی که به استادیوم ها میرند و بازیکنان و فعالین حقوق زنان در داخل و خارج از نکاتی است که از الان تا هفته آینده باید بشود بلا انقطاع دنبال کرد هشتک هایی توی, توی تویتر و سایر شبکه های اجتماعی که باز شده برای اینکه حکومت با کلک زدن به فیفا و عقب نشینی نخواهد این حق گرفته شده زنان رو پس بگیره بعد از این مرحله البته باید بحث ورود زنان و دختران به بازی های لیگ برتر و باشگاهی و اصولا آزاد بودن اونها در تمام مسابقات در دستور قرار بگیره اما خبر حیرت انگیز آلوده شدن اهالی روستای چنار محمودی در از توابع لردگان در استان چهار محال و بختیاری بخت و حیرت به بار آورده برای اینکه اداره بهداشت به برای گرفتن آزمایش خون و چک کردن قند خون اهالی روستا سرنگ آلوده به ایدز رو به کار برده که دست کم 26 نفر به ایدز آلوده شدند و تا کنون 60 نفر شاکی هستند و البته جالبه که مقامات مملکت مقامات وزارت بهداشت تا کنون حرف های زد و نقیز زدند و این فاجعه رو مستقیم و رک و راست به گردن نگرفتند با امید پیروزی ایران و ایران